سلام عزیزان بعضی مواقع هست شما تصاویری رو با ابعاد ثابت اما کیفیت متفاوت میبینید اصطلاحا تصویرتون پیکسلایز یا تخریب شده یا بلور شده چه مواقع این اتفاق میفته چه کار بکنیم که این اتفاق نیفته قبل از اون باید با یک سری اصطلاحات آشنا بشیم اینکه داکیومنت سایز چیه رزولوشن چیه پیکسل دایمنشن یا ایمیج سایز چیه اینا چه ارتباطی با هم دارن چه تفاوتایی با هم دارن اینا رو که بشناسین خیلی راحت تر میتونید تصاویرتون رو ریسامپل بکنید یا اصطلاحا تغییر سایز بدین بدون کوچکترین تخریبی یا حداقل تخریب یا پیکسلایز شدن تصاویر من عرشکم اینجا هم کانال گرافیک 21 یوتیوب توی درس امروز میخوایم در رابطه با این موارد صحبت بکنیم دوستان من اینجا یک تصویر رو با یک ابعاد یعنی 6 در 4 به صورت پرسونلی تو سه تا فایل دارم ولی با کیفیت های متفاوت یعنی رزولوشن یکی 300 dpi هست و همینطور که میبینید حجم فایل 194 کیلوبایت است و 150 DPI دارم با حجم فایل 72 کیلوبایت همچنین 72 DPI با حجم فایل 31 کیلوبایت ابتدا 300 DPI رو توی فتوشاپ اوپنش میکنم خب این تصویر من هست همینطور که می بینید من میتونم با یک ایمیج سایز اینجا به شما نشون بدم کار 300 DPI 6 در 4م هم هست همچنین دو تا تصویر دیگر رو هم اوپن بکنم این 150 DPI من هست ایمیج سایز میگیرم همونطور که می بینید اینجا 150 DPI و 6 در 4 همچنین 72 DPI همطور که میبینید کوچیک‌تر هم نشون میده کار رو 72 DPI و 6 در 4 خب حالا من تا فایل رو کنار هم بهتون نمایش میدم این 300 DPI آی هست این 150 DPI آی و این 72 DPI آی. زمانی که ما اینا رو فیت صفحه میکنیم یعنی مثلا من میام این 300 DPI آی رو فیت صفحه میکنم همچنین میام 150 DPI رو فیت صفحه میکنم و 72 DPI رو فیت صفحه میبینید که کیفیت به هم میریزه هرچی به سمت چپ وارد داریم میشیم یعنی هرچی رزولوشن رو پایین میاریم عکسمون پیکسلایز میشه افت کیفیت پیدا میکنه اما هر سه اینا 6 در چهار هستن این اتفاقیه که میفته و ما میخوایم بدونیم چرا این اتفاق داره میفته و چه کار کنیم که به این شکل در نیاد اگر یادتون باشه تو جلسات اول بهتون گفته بودم کار برای چاپ رو ما همیشه 300 میگیریم 300 دی پی آی میگیریم توی ابعاد کوچیک خب مشکلی نداره مثلا من الان تمام این سه تا تصویر رو میخوام وارد یک, یک داکیومنت A5 بکنم یعنی نصف آ 4 بنابراین یک نیو باز میکنم اینجا از پرینت استفاده میکنم سایز آماده A5 رو برای من اینجا گذاشته واحدش رو سانتی متر میگیرم و به صورت لند اسکیپ قرارش میدم یادتون هست دیگه بهتون میگفتم از من بپذیرید که 300 dpi رزولوشن باشه امروز میخوام در رابطه با همین بحث بکنم خب طول ارز کار 21 در 15 است تقریبا من اینو باز میکنم و از اینجا جداش میکنم خب برای اینکه بگراند کار من با بگراند تصاویر من یکی نباشه من یه کنترل دیلیت میزنم و تخت رنگ بگراندم رو روی برگه آ پنج هم میریزم حالا دونه دونه اون تصاویر رو میخوایم وارد بکنیم من اول 300 DPI رو وارد میکنم همونطور که میبینید وقتی کار رو میچسبونم به این گوشه از روی خطکش کاملا دارید متوجه میشید این 6 در 4 4 سانت 4 سانت عرض کار من هست و ارتفاع کار من هم 6 هست حالا میام 150 DPI رو انتخاب میکنم و وارد میکنم میبینید که کار یه مقدار کوچیک شد اما اینم 6 در 4 بود چرا کوچیک شد به خاطر اینکه رزولوشنش اومده پایین حالا میخوایم تفاوت اینا رو بدونیم که به چه شکل هست دیگه و حالا 72 DPI رو وارد میکنم طبیعیه که این خب کوچیک تر خواهد شد اگه بخوام اینا رو یه چیدمان تو صفحه بکنم و در رابطه باهاش صحبت بکنم کاملا متوجه میشین که منظور از این اصطلاحات چی هست و چه اتفاقی داره میافته همونطور که گفتم دوستان این سه تا تصویر ابعادش یا داکیومنت سایزش 6 سانتی در 4 سانتی متر بود عکسای پرسونلی 6 در 4 اما وقتی ما الان داریم توی برگه A5 نگاهشون میکنیم کوچیک و بزرگ شدن دلیلش چیه دلیلش همون رزولوشن یا کیفیت تصویر ما هست، DPI ما هست. اینکه 300 DPI، 150 DPI و 72 DPI به چه شکل هست؟ یعنی تو هر یک اینچ 300 DPI یعنی پیکسل پر اینچ یا دات پر اینچ 300 تا پیکسل وجود داره در طول و عرض اون یک اینچ. تا اینجا فقط بدونید بعد بهتون نشون میدم یعنی چی چه اتفاقی افتاده. در عکس وسط تو هر یک اینچ 150 در 150 پیکسل وجود داره و در عکسی که کوچیک‌تر نشون داده میشه 72 در 72 تو هر یک اینچ حالا اینو میبرم بعد توی تصویر دیگه بهتون نشون میدم که به چه شکل اما چرا ابعاد کار کوچیک میشه سایز کار کوچیک میشه این پیکسل دایمنشن ما هست که تغییر میکنه یعنی وقتی ما 300 DPI رو تبدیل به 150 DPI میکنیم ابعاد ما از لحاظ پیکسل دایمنشن از 472 به 710 تبدیل به 236 به 355 میشه یا وقتی 72 میکنیم تبدیل به 113 و 170 میشه در واقع پیکسل های ما تعدادشون کمتر میشن بنابراین شما کار رو کوچیکتر میبینید رو صفحه مانیتورتون، اما ابعاد چاپیتون به این شکل در میاد بنابراین وقتی ما کیفیت کار رو پایین میاریم یعنی 300 dpi رو به 150 یا 72 تبدیل می‌کنیم حجم فایل ما یا ایمیج سایز ما هم تغییر میکنه میشه 194 کیلوبایت 72 کیلوبایت و 31 کیلوبایت پس یه شناخت نسبی نسبت به این داستان پیدا کردیم حالا بریم وارد بحث اینکه چه اتفاقی رو تصویر داره میفته بشیم تا همه رو با جزئیات بهتون بگم دو مرتبه برمیگردیم به این قسمت این 300 DPI امون رو داریم و 150 DPI و 72 DPI امون رو من اینا رو تبدیل میکنم به اینچ. یعنی کشم رو تبدیل به اینچ میکنم همونطور که میبینید خطکش من تبدیل به این شده و ایمیج سایزم هم, همینطور این هم میام تبدیل به اینچ میکنم یک و اینچ در دو نیم اینچ میشه توی هفت DPI. آی. اینو دی اوکی میکنم خودش معادل شد میذاره دیگه وقتی به سانتیمتر تبدیل میکنیم پس طبیعیه که اینا هم هیچ تغییر آنچنانی نمیکنه همه روی اینچ هستن یا اگه مثلا میایم روی این یکی ایمیج سایز میگیریم میبینید یک و نیم در دو ممیه سه اینچ اینا قرار ولی 300 دی حالا اتفاقی که میفته بهتون میگم چه اتفاقی میفته من یک نیو باز میکنم با 300 DPI. حالا هازه اینچ یک اینچ در یک اینچ یک نیو رو کرییت میکنم. اینجا دارید میبینیدش. این یک بکگراند سفید رنگه که شما دارید میبینید. من میتونم اینو وارد این فایل بکنم. حالا همین یک هیچ در یک رو یه ایمیج سایز ازش میگیرم تبدیل به و 150 دی پی آی میکنم میبینید که هیچ تغییر نکرد همون یک اینچ در یک اینچ اینو میارم وارد این میکنم و باز این ایمیج سایز رو از یک در یک اینچ میگیرم و, و دو دوش میکنم کوچیکتر شد و میارم اینجا خب دوستان ببینید اینجا حالا خب من این لایه رو توصی کردم که متوجه بشین چه اتفاقی میفته توی عکسی که 72 دی پی بود مربع یک در یک اینچ ما 72 تا پیکسل تو طول و عرض داره اما توی این قسمت مربع ما 150 پیکسل در 150 پیکسل داره و توی تصویر با کیفیت تر ما تو هر یک اینچش 300 پیکسل در 300 پیکسل هست که گفتیم هر کدوم از این پیکسل ها یه کد رنگی داره یه مختصاتی تو صفحه داره دیگه وقتی من اینو زوم میکنم میبینید چقدر پیکسل ها ریزتر و تعدادشون بیشتره مثلا تو همین قسمت از یقه لباس تا گردن یک دو سه چار پنج شیش تا پیکسل وجود داره اما همین رو بیایم تو این تصویر وقتی شما زوم میکنید میبینید همون بخش فقط دو تا پیکسل وجود داره و اینجا طبیعیه که بیشتر میشه تقریبا چهار تا پیکسل وجود داره بنابراین این کمک میکنه که کیفیت کار شما بهتر نمایش داده میشه حالا بریم توی یک تصویر دیگه و روی اون کار رو بررسی کنیم خب من حالا توی این تصویر برای شما یک بار دیگه توضیح میدم ما اینجا یک ایمیج سایز از تصویرم میگیرم اگه بخوام به سانتی متر خب ببینم کار من 141 سانتی در 80 سانتی متر تقریبا البته با 72 دی حالا حالا اینو تبدیل به اینچ میکنم تقریبا 55 اینچ و 31 اینچ دارم 72 هم که رزولوشن هم هست اینم دایمنشن من هست بر مبنای پیکسل خیلی خوب یک بار دیگه من اون نیو رو واز میکنم به صورت اینچ قرار میدم اینو یک اینچ در یک اینچ یک مربع به وجود میارم با 72 دی پی آی و نیو رو میزنم این مربع من میشه حالا این مربع رو من وارد تصویر میکنم دیگه باش کاری ندارم اینجا دارم این مربع میارم گوشه کار قرار میدم خب طبیعیه که وقتی کار رو بیارم وسط یه مقدارم اپاسیتی این مربع لایش رو میارم پایین و شما الان دارید میبینید الان 72 تا پیکسل ما تو عرض این مربع و 72 تا در طول این مربع داریم خب اگه کارو بیارم عقب متوجه میشید انقدر از تصویر رو داره میگیره اندفه. چون این تصویر خیلی بزرگه دیگه خب حالا میخوایم لحاظ ریاضی ببینیم چه اتفاقی داره میافته من اگه این 72 پیکسل رو در هم ضرب بکنم در واقع طول و عرض و پیکسل پر این چه دیگه بخوام پیکسل در این چه مربع رو به دست بیارم میگم 72 ضرب در 72 میشه 5184 پیکسل پس توی این مربع من 5184 پیکسل قرار داره که به این چه مربع میگیم میام یه بار دیگه ایمیج سایز میگیرم حالا میخوام توی ابعاد طول و ارز به اینچ ببینم که چند تا پیکسل وجود داره خب اینجا من طول و عرض رو به اینچ در هم میکنم 55 پنج ممیز 5 رو ضبدره ۳ 31 .3 ممیز تقریبا سه میکنم به من میده 1737 حالا اگر من اون رزلوشنیرو که برای یک اینچه مربع به دست آوردم که به من داد 5184 پیکسل ضبط در این عدد بکنم یعنی 1737 تعداد پیکسل های کل تصویر رو به من میده میشه 9 میلیون و تقریبا 4000 پیکسل البته خب ما اون اشار هم حساب نکردیم دیگه مقدار بیشتر از 4000 پیکسل میشه ولی 9 میلیون این 9 میلیون همون دوربین من 9 مگاپیکسل دوربین من میشه یعنی این عکس با کیفیت دوربین 9 مگاپیکسل از خروجی دوربین بیرون اومده حالا اگر من بیام این دایمنشن پیکسلم رو در هم ضرب بکنم باز به هم عدد باید برسم یعنی 4000 ضرب در 2252 پیکسل به من میده تقریبا 9 میلیون پیکسل یا همون دوربینه با کیفیت 9 مگاپیکسل دوستان کیفیت 9 مگاپیکسل برای یک تصویر 4K کافیه یعنی کاملا شما میتونید توی مانیتور 4K بندازین با 72 رزولوشن چرا چون چاپ که نمیخوایم بکنیم ولی یه موقع هست شما میخواین کار چاپ بکنین ما گفتیم تو چاپ باید 300 DPI باشه داریم در مورد چاپ پوستر یا مثلا A4 A3 تصاویر نهایتا زیر یک متر صحبت میکنیم با بیلبورد کاری نداریم در مورد بیلبورد ممکنه ما کارو بیاریم روی 72 dpi اگه حالا مثلا کار 3 متر باشه یه تابلو ام دی اف می‌خوایم کار بکنیم ممکنه رزولوشنمون رو بذاریم روی 200 dpi. داریم در مورد پوستر زیر یک متر صحبت میکنیم برای چاپ یا چاپ افست که اصلا 100 درصد کاره از 300 dpi بعد انجام بدید. وقتی من اینو 300 میکنم دوستان ببینید ابعاد سایزی من تغییر نکرد یعنی اگه من اینو بیارم رو سانتی‌متر همونیه که بوده. همون 100 41 سانتی متر در 80 سانتی متر تقریبا 1.5 در 80 سانت 1.5 متر در 80 سانت اما رزولوشن من وقتی تغییر کرد دایمنشن پیکسل دایمنشن منو تغییر داد یعنی اوورد تقریبا اینو کرد 16000 از 4000 برد به 16000 این یکی از 2000 برد به 9000 کل پیکسل تو توی فضای, تو فضای تصویر من اضافه کرده اگه من اینو اوکی بکنم این پیکسل ها کارو تخریب میکنن حالا خیلی از دوستان میان میگن نه ما زدیم تخریبم نشد بله تا یک کنیم برابر دو برابر نهایتا چشم تشخیص نمیده اگر کیفیت دوربینتون خوب بود حالا مثلا این تقریبا این تصویر که 4K رو به ما میده اگر کیفیت دوربینتون پایین باشه که دیگه اصلا وحشتناک میشه تصویرتون مثل همون تا عکسی که اول بهتون نشون دادن میشه 6 در 4 ولی شما بدونید کارتون داره تخریب میشه اینجا داره بهتون نشون میده حالا ما چی کار بکنیم ما باید داکیومنت سایزمون رو از لحاظ طول و عرض طوری تغییر بدیم که دایمنشن پیکسل دایمنشن ما برگرده به حالت اولش یعنی 4000 در 2200 همون چیزی که اول ویدیو داشتیم خب من میام اینو تغییر میدم از سانتیمتر سانتی متر میارم میکنمش مثلا 50 سانتی متر میبینم که هنوز بالاست میام میکنمش 35 سانتی متر تقریبا داره نزدیک میشه فکر میکنم 33 جواب بده میتونم اینو بیارم روی 19 33 و 75 تقریبا جواب میده بله اینو میتونم این بیشترم بکنم بله این کمترین تخریب رو به من میده همو هشت بذارم این کمترین تخریب رو به من میده نزدیک به همون چار شد ولی بله خب ابعاد کار من از تقریبا یکنم متر رسید به ۳وسه این هش۰ سانت من تو طول کار من شد ۱نوزده خب حالا یه موقع هست شما مجبورید میگید آقا من میخوام یه کاری رو چاپ بکنم روی پستر 100 در هفتاد میخوام حداقل ارز کار من 50 سانت باشه خب میبینید 1900 تا پیکسل این ور اضافه شد نزدیک 1100 تا پیکسل هم اونور اضافه شد خب اینا چی میشن؟ اینا کارتون رو تخریب میکنه دیگه اگه ما بخوایم به کمترین تخریب برسیم تو اصطلاحا ریسمپل کردن کار اینجا رو اتومات گذاشته برای ما ما میتونیم این قسمت بیایم خودمون با آپشن ها کار بکنیم مثلا اگه کار رو لارج کردیم یعنی بزرگتر کردیم روی این دوتا گزینه بیایم که خودش هم نوشته دیگه این لارجمنت میتونید شما چیکار کنید کارتون رو با کیفیت بهتری تحویل بگیرید اگه عکس دیتیل زیادی داشت مثل حالا اینکه این بالا دیتیل داره شما میتونید از این استفاده بکنید اگه عکس نرم بود سافت بود میتونید از این یکی استفاده بکنید و اگه خواستین کوچیکش هم بکنید عکس رو خب طبیعیه که پیکسل ها کم میشن دیگه اگه ما بخوایم کار رو ببریم پایین تر پیکسل ها کم میشه میره زیر 4000 تا از ریداکشن میتونید استفاده بکنید برای کوچیک کردن کار مرسونا رو هم اتومات هم باشین خودش تشخیص میده خیلی نمیخواد خودتون حالا درگیر این مسائل بکنید مثلا موارد دیگه داره که حالت مثلا اسموت میکنه اون پیکسلای اضافه رو به صورت اسموت گریدینت یعنی یه طیف نوری ملایمی میده که کمتر تو هم فید میکنه کار رو پیکسل ها رو که علاوه ترکیب رنگی ارز میکنم که خیلی اون تخریب به چشم نیاد یا مثلا اگر کامپیوترتون ضعیف باشه برای پروسس کردنش یه مقدار ممکنه دچار مشکل بشین رو این گزینه میذاره که خب این روزا البته خیلی فکر نمیکنم دیگه کامپیوترها میتونن به راحتی کار رو اجرا بکنن ولی خب رو اتومات باشین دیگه خیالتون راحته و میتونید که کار رو با کمترین تخریب به این شکل در ولی میگم به هر حال اینجا شما از 4000 پیکسل به 5900 پیکسل رسیدین دیگه ولی چون نیاز داشتین که حتما طول کارتون 50 سانت باشه دیگه به ناچار این کار رو انجام فکر نکنید اگر رزولوشن رو بالاتر ببرید کیفیت بهتر میشه نه همچین اتفاقی نمیفته اصولا بهترینش رو همون 300 DPI هست و کمترینش هم رو 72. حالا بعضی اوقات شما کارتون لارج فرمت هست، خیلی کار تصویر بزرگ هست مثلا یه بیلبرد بزرگ تو سطح شهر دارید میزنید سردرای یک مغازه یا بیلبوردای شهرداری، آبر پیاده که خیلی تصویر بزرگ هست، شما میتونید اینو بزرگتر بکنید ولی رزولوشنتون رو بیارید پایین مثلا 72 بذارید و اینو بیاید مثلا روی 300 بذارید. این چیزی که میبینید مثلا خب سه متر کار با 72 اینجا تقریبا 4500 تا پیکسل اضافه کرد یعنی کار خیلی تار و پیکسلی میشه ولی مثلا اینه که خب اون بیلبورد از دور دیده میشه دیگه وقتی شما از دور نگاه میکنید اون پیکسل ها تو هم میرن و مشکلی پیش نمید برای همین تو کارهای لارج فرمت شما میتونید این رزولوشن رو تا هفتاد تا پایین بیارید حالا بستگی داره بعضی اوقات میتونید مثلا رو 100 DPI 150 DPI 200 DPI اینا برای اینه که به قول معروف دستگاهی هم که داره به صورت دیجیتالی براتون پرینت رو میگیره بتونه پروسس کنه اما چاپ افست به هیچ وجه این کار رو نباید انجام بدید و همیشه 300 DPI تو چاپ دیجیتال هم همینطوره یعنی زیر مثلا کاری یک متر یعنی رو یعنی روی مثلا آسه دارید میزنید a پلاس میزنید یا آ چهار میزنید کارت ویزیت دیجیتال میزنید اینا تصاویر همه باید رو 300 باشه ولی خب طبیعیه مثلا من اینو الان رو 300 میذارم خب این رو میخوام تو کارت ویزیت به استفاده بکنم میخوام 5 سانت بشه خب اینجا چی شد اینجا پیکسل های من خیلی کم شد بازم کار من تخریب میشه اگه بخوام بندازم تو چاپ اون باق... بندازم تو کارت ویزیتم اون موقع است که شما میتونید از ریداکشن استفاده بکنید برای اینکه کمترین افت کیفیت رو بده ولی بهترین حالتش باز اینه که شما از خروجی دوربینتون که کار داره میاد بیرون همون ابتدا بفهمید به چه هدفی دارید این عکس رو میگیرید خب دوستان امیدوارم که تونسته باشم این مسئله تقریبا حالا پیچیده رو به صورت ساده براتون بیان کرده باشم البته خب حالا ما بریم جلوتر خودمون توی تمرین ها توی پروژه ها سعی میکنم که این موارد رو براتون اجرا بکنم الانم ناچار بودم اینو بهتون بگم چون الان میخوام تو جلسات بعدی در رابطه با سیف کردن ذخیره کردن فایل بهتون توضیح بدم باید در رابطه با رزولوشن بهتون میگفتم در رابطه با داکیومنت سایز اینا بهتون میگفتم که اگر خواستین خروجی بگیرین دچار مشکل نشید اگه سوالی بود حتما تو کامنت ها برای من بنویسید قربون همتون خدا نگهدارتون